بینندگان تلویزیون نگام از سری گفتگوهای سایت نگام همراه هستیم با آقای علی سعیدی، روزنامه نگار و فعال حقوق دراویش گنابادی از کوپنهاگ. جناب سعیدی، ضمن سلام خدمت شما، با توجه به حوزه فعالیتتون شاهد تشکیل کمپین بایکوت در توییتر و اینستاگرام بودیم طی حوادث و اتفاقاتی که توی چند روز اخیر فشارهایی بیشتر شده بر دراویش گنابادی. بعد از صحبتها و مواضع آقای روحانی و بازگذاشتن به حال حداقل توی بحث‌های شعاری این حقوق اقلیت‌های من، شاهد فشارهای قوه قضاییه، سپاه و نهادهای ارکان قدرت هستیم که عملا مقابله دارن میکنن با این حداقل شعارها، و هر وقت بحث آزادی این اقلیت ها مطرح میشه عملا فشارها از اون نهادهای قدرت خیلی خیلی بیشتر میشه. سایت آی دکتر تابنده فیلتر شده و اتفاقاتی که افتاده، میخوام به صورت مبسوط حالا اینها رو یه مقدار تبیین کنیم برای بینندگان ما. بعدم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، شنونده هاتون و بینندگاتون و تمامی برادران و خواهران ایمانی هم در سراسر دنیا، در ایران و خارج از کشور. در مورد مطلبی که فرمودید در مورد با فشارهای جدید در روزهای گذشته بر دراویش گنابادی و اتفاقاتی که افتاده رو، یه بخشیش رو میخواستم خدمتتون توضیح بدم، خدمت دوستان بدونم. دراویش گنابادی، همه دوستان بهتر از من شاید بدونن و اطلاعات بیشتری داشته باشن، یک بک‌گراند یک سری دگراندیش آینی هستند که باورهای مذهبیشون یه مقدار فرق میکنه با مسلمانانی که هستند، ولی یه بک‌گراند اسلامی دارند و عرضم به حضور شما سالهای سال هستش که در ایران جزء ادبیات ما هستند و پیروان این مکتب مانند حضرت مولوی و حضرت حافظ و خیلی از دوستان، خیلی از بزرگانی هستند، ببخشید، خیلی از بزرگانی هستند که پیرو این مکتب هستند و بزرگان این مکتب هم پیرو همین اشخاص هستند و کل مطالبی که عنوان میشه مطالب عرفانی هستش در این مکتب، مطلقاً گرایش سیاسی ندارند و در مسائل سیاسی دخالت نمی کنند. ولی متاسفانه از طرف حکومت به صورت سیستماتیک ما بارها شنیدیم، دوستان هم در جریان هستند، که اخبار خیلی بد هست در مورد دراویش. متاسفانه نقض سیستماتیکی رو ما از سوی نهادهای قدرت به صورت سیستماتیک اعمال میشه بر این مکتب و بر پیروان این مکتب، به صورتی که هر چند وقت به چند وقتی، الان چند سال هستش که به صورت سیستماتیک برخورد میشه، دستگیری ها، زندان ها، تخریب ها، تخریب منازل دراویش، حمله به دراویش شهرستان ها و مسائل خیلی زیادی هستش که الان اجازه نمیده من براتون بخوام همه رو توضیح بدم. در مورد مطلبی که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده، فیلتر کردن سایت بیانات جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، رهبر و قطب دراویش گنابادی، قطب حال حاضر دراویش گنابادی. ایشون بک‌گراندشون مشخص هستش، ایشون یه حقوقدان برجسته و آزادی خواه عرصه جامعه بودند و هستند و فعالیتاشون، اطلاعات شخصشون روی اینترنت و روی سایت های مختلف هستش. بنده خودم رو کوچکتر از این میدونم که بخوام برای ایشون رو معرفی بکنم، ولی مطلب اینجاست که جدیدن توی روزهای گذشته یک سایتی بوده سالها، مطالبی که ایشون عنوان میکنن در جلسات، فقط مطالبی که ایشون در جلسات عنوان میکنن، تفسیر اشعار هستش، اشعار مولوی، و به طور کل در مورد عرفان فقط ایشون صحبت میکنن. این سایت به صورت آنلاین این رو پخش میکرده برای دراویشی که ساکن خارج هستند، ساکن داخل ایران هستند،
و این مطلبی بوده که تو چند روز گذشته این سایت فیلتر شده و بر اساس محتوای مجرمانه، یعنی تشخیص داده شده از نهاد، از همون سیستم، اون نهادی که به صورت سیستماتیک به دراویش و اقلیت ها و کلا دیگراندیشان آینی در ایران حمله میکنه و سلب آسایش میکنه. متاسفانه اومدن فیلتر کردم و ایمیلی رو زدم به سیستم مدیریت این سایت که این سایت، محتوای این سایت مجرمانه شناخته شده و با این این که هیچ باعث اینکه بحث سیاسی و مطالب سیاسی هم عملا عنوان نمیشه در سایت. کلا این سایت اصلا به طور کل فقط پخش بیانات آقای دکتر نورعلی تابنده. سال هاست این سایت فعال هستش و هیچ موردی تا حالا نداشته. کلا جلسات عرفانی دراویش گنابادی به خاطر اینکه جمعیت این مکتب بسیار زیاد هستش و یکی از دلایلش به نظر شخصی بنده این هستش که تجمع دراویش در مکانهای عبادیشون، با توجهی که شما در جریان هستید، مکانهای عبادیشون بعضی موقع کمبود جا هستش یا بر شهرستانها سخت هستش برای اینکه ایشون فقط دراویش مثلا بخوان تجمع بکنن، ایجاد مزاحمت نشه برای دیگران. این به صورت آنلاین پخش می‌شده که دراویش بتونن بیانات بزرگ وقت خودشون رو به صورت آنلاین ببینن و بدون مشکل. این مطلبی بوده که اومدن این رو متاسفانه فیلتر کردن. و جالب تر از اون اینه، هر چقدر با این مسائل وقتی پیش میاد ما این مسائل رو میبینیم، این مطلب برای ما تداعی میشه که این حملات سیستماتیک دو هدف اصلی داره از نظر من. یکی از اهداف اصلیش این هستش هر چقدر ما در جامعه ایران استبداد، مشکلات مالی، اقتصادی، فشار بر روی مردم از طرف جناحایی که همیشه، حالا ما نمیام اسم بریم، ولی جناحایی که همیشه از این مسائل سود بردن، از تحریم ها سود بردن، از مسائل آشفتگی ها همیشه سود بردن و به طور کل خودکامگی که یه عده‌ای متاسفانه تندرو در حال حاضر ایران با فشار بر اقلیت ها این هدفمندی رو، یعنی این رو به وحشت رو دارن. هر چقدر که فشارها بیشتر میشه توی ایران، ملت، اقشار جامعه روی میارن به مکاتبی که مثل دراویش. اینا برنامه‌شون اینه که بتونن یه جوری مردم رو انحراف بدن با ایجاد رو به وحشت و با ایجاد انزوا به فکر خودشون، با تفکر. این تفکر، تفکری که در به وجود آوردن انزوای دراویش در بقیه اقشار جامعه رو تلاش میکنه، با دستگیری های ممتد، فشار، شکنجه ها، دستگیری وکلا، عدم اجازه داشتن یک رسانه مستقل، بایکوت خبری دراویش، بایکوت خبری الان جدیدن با این حرکتی که این انجام شده، بایکوت آقای تابنده، من نمیدونم چه ایجاد چه محتوای مجرمانه رو چه کسی باید تشخیص بده. این شخصی که این محتوای مجرمانه رو تشخیص داده آهیت این رو داشته یا نداشته، این خیلی مهم هست برای دراویش. و مطالب دیگه ای هستش، حالا شما بفرمایید، من در خدمتون هستم. هولوش همین به قولی صحبت ها و اتفاقاتی که افتاده شاهد گویا دستگیری هایی هم بودیم. آقای محمد علی شمشیرزن از دراویش گنابادی چندین ماه هست که در زندان هستن، در خصوص ایشون هم اگر خبرهایی دارید و اطلاعاتی بفرمایید. ببینید، آقای محمد علی شمشیرزن از پیروان و دراویش گنابادی، ساکن کوار هستن، ایشون کوار شیراز، 18 دی ماه 1395 ایشون دستگیر شدن و تا به امروز براشون دادگاهی تشکیل نشده، به صورت بازداشت هستن و هیچ حکمی برای ایشون ارائه نشده. در اسفند ماه و بهمن ماه به چندین بار ایشون وضعیت حاد قلبی دارن، دارای بیماری بسیار بد قلبی هستن، وضعیت وخیمی هستن
بارها بیهوش شدن در زندان و انتقال به بیمارستان پیدا کردن. متاسفانه از طرف سیستم امنیتی اجازه به پزشکان داده نشد که ایشون باید مورد عمل جراحی قرار بگیرن، این عمل اجازه داده نشد و ایشون با همون وضعیت فعلا دوباره برگردانده شدن به زندان. اخبارشون هست، در سازمان ملل هم مطرح شد از طریق دوستان و فعلا ایشون بلا تکلیف هستن. و متاسفانه باز هم عرض میکنم این حملات سیستماتیک نتیجهش جز چند قطبی کردن جامعه حال حاضر ایران، که واقعا این چند قطبی بودن و عدم آرامش در کشور ما باعث خطرات خیلی بسیار زیادی خواهد شد و متاسفانه یک عده‌ای تندرو و یک قوه قضاییه غیر مستقل به طور هر کاری که به قول دوستان سیستم قانونی نیست، سیستم فراقانونی شده، جناحی و حزبی عمل میکنه و ایشون هنوز در زندان هستن، بلا تکلیف هستن. و سعیدی، تا چه حدی به این باور دارید و فکر میکنید که این برخوردها یک جورایی همزمان با برخورد با دراویش یک جورایی تقابل و رویارویی با شعارهای دولت هم هست؟ فکر میکنید این نهادهای قدرت تا چه حدی دارن عملا رو در روی خواسته اکثریت مردم که به شعارهای آزادی خواهانه و دموکراتیک حالا آقای روحانی تا حدودی رأی دادن و عملا عموم مردم خواهان آزادی دراویش گنابادی، اقلیت‌های دیگه مذهبی هستن، آیا عملا اینها علاوه بر برخورد با این اقلیت مذهبی به نظرتون دارن با کلیت مردم هم این برخورد رو انجام میدن با این رویارویی ها؟ بله دقیقا. ببینید اگر همون جوری که خاطر داشته باشید وزیر اطلاعات آقای روحانی، آقای علوی، در یه سخنرانی چند وقت پیش در ماه‌های گذشته اومد عنوان کرد که ما با اقلیت‌های مذهبی اسم بردن از دراویش گنابادی، که دراویش گنابادی جزء شهروندهای ایران حساب میشن و به نوعی حمایت دولت از اقلیت‌ها و دیگر اندیشان آیینی رو عنوان کردن. متاسفانه این وضعیت باعث شده که دراویش بین جناح‌های سیاسی، بین تقابل‌های جناح‌های سیاسی به صورتی این وسط مورد حمله قرار بگیرند، به خاطر اینکه دولت و ملت ما از این اقلیت به طور کل میشه گفت حمایت میکنه و دراویش صحبت الان نیستش، صحبت سالهاست. درویشی از زمان عطار تا الان بوده، مجالس دراویش از سالهای خیلی قبل، حتی قبل از حکومت اسلامی، قبل از حکومت پهلوی و خیلی قبلتر هم مجالس دراویش بوده و هست. ولی متاسفانه در حال حاضر جناح‌های مخالف دولت و مخالف آرامش در ایران، من عرض بنده اینه، مخالف ایجاد آرامش در ایران، دراویش رو حربه‌ای برای تحت فشار گذاشتن دولت و بقیه مسائلی که حاکم هستش در حال حاضر به این صورت داره استفاده میشه و امیدوارم که آقایون تفکرشون رو در مورد دراویش تغییر بدن، چون این وضعیت ایجاد ناامنی و ایجاد چند قطبی کردن میکنه. همین چیزی که خودشون بارها من شنیدم توی سخنرانی که چند وقت پیش اعلام شد، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم آقای سعید. بله، من جمع‌بندی بکنم صحبتم رو، ایجاد فشار بر دراویش فقط و فقط ایجاد چند قطبی کردن اجتماع رو به وجود خواهد داشت و هر چه فشار بر دراویش بیارن مطمئنن اتحاد بین دراویش بیشتر و بیشتر خواهد شد در روزهای آینده. و باز هم توصیه میکنم به آقایون که دست از بایکوت دراویش بردارن. این عرض بنده هستش. سپاسگزارم. همراه بودیم با آقای علی سعیدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق دراویش گنابادی از کوپنهاگ. ممنون از همراهی شما.
متشکرم از وقتی که به من دادید. من نظرات شخصی خودم را عرض کردم. امیدوارم که شاد و خرم و پیروز باشید. سپاسگزارم.